اولین باری که شما با موقعیت تبعیض آویز مواجه شدید به عنوان یک بهایی چند سال داشتید و اگه ممکنه حس خودتون رو در مورد اون موقعیتی که باش مواجه شدین برای ما بگید؟ اولین بار اگر بخوام از نظر حالا از سمت ساختار یعنی از سمت سیستم حکومتی بخوام بگم یا حالا از طرف مردم، کلا من یادم تو دوره ابتدایی خیلی مثلا هم دوم ابتدایی سوم ابتدایی که بودن، یادم از طرف همکلاسی ها حالا میکنم تو بچگی هم که شهر کوچیک زندگی میکردم آدم ها نسبتا متعصب‌تر بودن و یادمه که اتفاقای اینطوری که از طرف بچه ها مثلا یه چیزایی بهم گفته بشه، اون هم نه حالا به خاطر اینکه بچه ها در واقع نیتی داشته باشن، بخاطر اینکه از طرف خانواده ها چیزایی میشنیدن، این رو حس میکرد، یعنی یه چیزایی بهم میگفتن یا به حرفایی بهم میزدن که من یادم مثلا اینا رو زدم به مامانم میگفتن و مثلا یه ناراحتی واسم پیش میومد، یه چیزایی اینطوری همیشه یادم. ولی خیلی میخوام که از طرف حالا بخوام بگم از طرف سیستم، از طرف حکومت، از طرف دولت یه مشکل برام پیش اومده به طورت رسمی تر، من پنجم ابتدایی که بودم اون موقع هم سال پنجم ابتدایی هم سوم راهنمایی بود که برای آزمون ورودی پیشکشان امتحان میگرفتم، بعد من که سال پنجم بودم یه آزمون سه مرحله میگرفتم برای اینکه حالا مثلا اگه اونو پاس میکردی وارد مدرسه پیشکشان میشد، بعد من یادمه که دو مرحلهش رو قبول شدم، مرحله سومش هم رفته بودم امتحان داده بودم و بعد قبول شدم. من اون صحنه رو کاملا یادمه که مدیر ابتداییم خیلی خیلی خانم واقعا خوبی بود و اصلا از نظرم همیشه خیلی هوا مداد، همیشه با خیلی مراقبم بود و یادمه که قبول شده بودم مرحله سوم و به مامانم یعنی به بابا مامانم زنگ زده بودش که اینطوری شده قبول شده، ولی با زنگ زدم و اصلا گفتن که نمیتونه در واقع وارد بشه و برای ثبت نام بره و من در اون صحنه رو یادم که رفته بودم مدرسه چند روز بعدش بغلم کرده بود و کلی بهم گفته بود که متاسفم برات، حالا اینا همش از یعنی اون زبونه که تو سن و سال بفهمم اینو، این اولین یعنی در واقع اولین بار بود که اینو خیلی جدی فهمیدم که حالا یعنی به خاطر اینکه حالا بهایم به خانوادم حالا در واقع بشه گفت بهایم حالا خاطر اون سن شاید نشه گفت که مثلا خودم بهایی بودم، ولی این دقیقا اولین بار بود که اونجا حس کردم که این مسئله باعث میشه که خیلی اتفاقای دیگه شاید آینده هم بیفته. خب حالا اگه ازت بپرسن که بین همه تبعیضا و محرومیت هایی که در کل علیه شهروندهای بهایی وجود داره، یکی رو که بیشتر از همه در این مدت آزارت داده بگید، کدوم رو نام میبری؟ کدوم رو توصیف میکنی؟ راستش نمیدونم، هر کدومش از یه جنبه انگار تأثیرات منفی داره، تحصیل حالا یه جور، کار یه جور، و به طور کلی که یه فاکتور چه بشه گفت اینه که این که سعی شده بهایی ها رو از جامعه و از آدم های دور و بر جدا کنن، این به نظر یه چیزی که خیلی همیشه منو اذیت میکنه، چون دقیقا شما رو از جاهای جدات میکنن که یعنی از قسمت های از اجتماع که تو میتونی واردش بشی و بیشترین تاثیر رو بذاری و تاثیر رو بگیری، دقیقا از اون جاها سعی میکنن تو فاصله میفتن بین تو و آدم های دیگه اجتماع. ولی خودم فکر میکنم که همیشه خیلی مسئله تحصیل چیزی که خیلی اذیت میکنه، چون دقیقا آینده رو تحت تاثیر قرار میده، وضعیت آینده شغلی تو، خیلی چیزا، این که بتونی تو چه محیط اجتماعی وارد بشی با چه آدم ارتباط داشته باشی، اینها از محیط آکادمی در واقع اینا تاثیرش خیلی بیشتر میتونه باشه، این چیز خیلی آزاردهنده. ولی خودم تو سالهای اخیر چیزی که متوجه شدم و از آدم های دور و برم و حالا تو مجالس خانوادم یا آدم های دیگه افتاده، این بحث تبعیض و فشار اقتصادی است که خیلی هم دارن روش کار میکنن و این آزاردهنده از این نظر که واقعا سخته تو شرایط الان ایران که اینقدر مشکلات اقتصادی هست و شما بیاید حالا از یه فشار مضاعف وارد کنید به یه گروهی که حالا کسب و کارش فلنگ بشه و نتونه کار کنه، این آزاردهنده از این جهتی که واقعا با همدلی تو حس میکنی اون سختیه رو که یه جور مستحصل میشه از این که باید چی کار کنی، یعنی این فکر میکنم که تو سالهای اخیر میگم این چیزی که بیشتر حس کردم این بوده، هرچند که باز اول انقلاب بحث این که از اداره ها و کار دولتی محروم شدن خب یه قسمت بوده، ولی خب میتونستن وقت تو بخش آزاد کار کنن، بگذاری کسب و کار خودشون رو داشته باشن، ولی میگم تو سالهای اخیر این مسئله من خیلی دیدم این فشار رو بین بهایی ها که خب خیلی ها مشکلات زیادی واسه شون پیش اومد. حالا به نظر خود
توی سالهای گذشته بیشترین ستمی که علیه بهایی‌ها اعمال شد تو کدوم حوزه بوده؟ یعنی اگه بخوای تخمین بزنی یا اون چیزی که مشاهدات خودت بوده، آیا توی مثلا محرومیت از تحصیل بوده، عدم اجازه برای کار بوده، بعد یا عدم اجازه برای مشارکت اجتماعی، سیاسی، تبلیغات نفرت پراکن، جلوگیری از تبلیغ دینی، بیشترینش چی بوده؟ من اگه بخوام این سوال جواب بدم، باید اینه که هدف، یعنی که هدفشون چی بوده کلن از این کارا، و این هم هدف باعث شده که توی این گذشته زمانه در واقع مدلش نگاه تغییر کنه. یه چیزی که حالا یعنی از این مسئله خیلی نظر میخوام ساده کنم مسئله رو، خیلی مسئله تبعیض علی اقلیتی رو از هر جنبه مختلف و بررسی شده، ولی خب حالا مسئله بهائی میتونم چون از اول انقلاب در واقع یه جورایی حالا بحث مذهبیش هم بوده، یعنی مخالفت مذهبی هم شدید بوده توش، و هرچند میگم جنبه های دیگه هم بطن داره، ولی خب یکی از هدف های اینه که به نقلیت فشار وارد بشین. یعنی چیزی که خیلی جا ما شنیدیم به گوش خود و غیر به همون میگن اینه که شما مثلا از کشور چرا خارج نمیشید، چرا نمیرید از ایران، مثلا شما جایی دیگه هواتون بیشتر دارن از ایران برید. یعنی اینا رو خیلی مستقیم میگن خیلی وقتا که ما میخواییم که شما برید، یعنی که حالا اگه نمیرید برگردید از این، یا نمیدونم حالا به این چیزی که ما میگیم حالا مثلا مسلمون چیدی یا چیزهای اینطوری مختلف. ولی مثلا بحث نفرت پراکنی تبلیغات که تو روزنامه و رسانه اینها میشه خیلی قبلا زیاد بوده، خیلی، یعنی حالا احتمالا به این دلیل که تاثیر هم میگرفتن، یعنی میتونستن رو مردم تاثیر بذارن با تبلیغات منفی که میکنن، ولی کم کم این کم شده نسبت به حالا تو سالهای اخیر. به نظرت در سال گذشته توی برخورد مردم عادی چه تفاوتهایی دیدی؟ آیا تغییر محسوسی خودت شاهد بودی؟ آیا نگاه مردم تغییر کرده؟ حالا به خصوص اقشار سنتی و مذهبی؟ آره راستش خیلی، یعنی همه بهایی خوبم که به اتفاق این نظر داشته باشن که نگاه مردم کاملا تغییر کرده، حتی خیلی از اداره ها و سازمان ها، یعنی بیدید خیلی جا مراجعه که میکنیم در واقع ما میدونیم که خیلی ها قدرتی ندارن برای اینکه بکنن جلوی مسئله وایسن، و اینو صادقانه و خیلی واضح اعلام میکنن که ما کاری نیستیم و حالا داریم یک کاری واسه یه دستور اجرا میکنیم. حتی میگم بین اون آدم ها هم این ابراز شرمندگی خیلی وقتا بوده و ما شنیدیم، بین مردم عادی که خودم شخصا و خانواده اطرافیانم خیلی دیدیم، یعنی آدمایی که حالا به خاطر همون تبلیغات منفی که بوده یا اون نگاه مثلا سنتی و مذهبی که بوده خیلی تغییر کرده، یعنی آدمایی که حتی شاید حاضر نبودن با سلام علیک کنن یا نزدیک بشن به این چیزایی که حالا خاطرهای مختلفی که باهایا میگن تو اینترنت، و واقعا همشو هممون خیلی حس کردیم، و واقعا خیلی به زمانهای اونقدر قدیم هم برنمیگردن، یعنی شاید حتی تا 20 سال گذشته هم نگاه اینطوری بوده که حالا از دست باهای ما نخوریم یا نزدیکش نشون چیز اینطوری، ولی کاملا اون آدم ها عوض شدن. پدر من هم جزو کسایی بوده که کسب و کارش بسته شده، یعنی این رو قشنگ دیدم از اطرافیانش، دوستانش، همسایه همون که میان و عوض شرمندگی میکنه از اینکه نمیتونن کار کنن، یعنی از اینکه در گذشته اگر کاری کردن و حالا پشیمونن از اون. این مسئله یکی از چیزایی که به نظرم خیلی خیلی مثبته و حس خوبی داره، از اینکه حداقل آدم‌های دور و برمون، آدم‌های معمولی، یعنی می‌بینیم اینو که ما با هم مشکل نداریم و آدم‌ها الان با اون مشکل ندارن. الان تنها مشکلی که انگار وجود داره اینه که از طرف دولت و حکومت که اون کاری که اونا دارن می‌کنن، و جالبش اینه که دیگه همون تاثیر منفی رو نداره. حالا فکر می‌کنی این فشارهایی که به لحاظ اجتماعی در کل بر روی خود حکومت وجود داره در کلیتش، و اعتراضاتی که هست هر روز بیشتر میشه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، و ایجاد شکاف بیشتر بین حکومت و مردم، باعث میشه که به طور خود به خود بر روی بهایی ها هم تأثیر بذاره، برخورد با بهایی ها؟ یعنی که میکنم که اینطوری این اتفاق یفته، ولی میگم که فضای همیشه بوده، یعنی مسئله بهایی ها نمیدونم خیلی باید افته بس خود من هم تحلیل شد آسون نیست که بگم چرا مثلا یه این اتفاق میفته، یه فشار زیاد میشه، ولی چیزی که حالا خودم متوجه شدم از اتفاقاتی که میفته همیشه دو جنبه داره، یعنی یه قسمتش واقعا اون بحث اون نفرت مذهبیه و اون بود مذهبی که حتی یه اون ساختار
حالا دولتی و سازمانایی که مراجعه میکنیم همچی یه سری آدمایی هستن که واقعا میبینی از نرم‌افزار مذهبی خیلی با این مسئله مشکل دارن، یعنی حتی شما وقتی با قانونی باهاشون صحبت کنی اینا از دریچه مذهبی وارد میشن و نفرت مذهبی رو واضحا آشکار میکنن و میگن. ولی از یه طرفی من فکر میکنم که دقیقا این فشارهایی که میگید، این مشکلاتی که الان هست، انگار که دوی استفاده میشه از اینکه حالا این مسائل حقوق بشری انگار هست، یعنی گروها سعی میکنن که تحریف کنن اقلیتها یا مشکلاتشون رو بیشتر کنن تا بتونن از این طرف دعواهای بین خودشون رو در واقع یه جورایی تمازیادش کنن یا تنش بین خودشون رو زیاد کنن که حالا اون اهدافی که میخوان برسن. ولی توی این چند ماه اخیر که مشکلات خیلی زیاد بوده، من فکر میکنم که دقیقا ارتباط داره به شرایط و یعنی وضعیت الان ایران از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. بعدیش همینه که دقیقا وقتی مراجعه میکنی از طرف دولت همیشه گفته میشه که ما کاری نیستیم، یعنی این چیز مشکلی همیشه وجود داره اینه که دولت و حالا طرفداران دولت یه جورایی خودشون رو بیخبر میدونن از این جریان و اینکه حالا خیلی جالب کرافت اونها هم ادعای شرمندگی میکنن که هرچند درد رو دوا نمیکنه، ولی چیزی که هست و خب نکته معطوف و بعد آزاردهندهش اینه که دقیقا مسئله سکوت هست که الان از طرفدار دولت و خود دولت وجود داره که باعث میشه که در واقع این سرکوب شدیدتر بشه. در واقع سکوت به نظر یه نوعی تایید هم هست. دقیقا من اینطوری فکر میکنم، به نظر اینجور تایید هست و از اون بدترش اینه که حالا نه تنها سکوت میکنی، حتی یه جاهایی بخوای با دوست بزنی یه سری دروسهایی در واقع این موقع تاییده رو بزنی و اجازه بیشتر بدی به اون گروهی که داره فشار میاره. مثلا صحبتی بود که آقای ظریف داشت که بهایی بودن جرمی، اضافه تو این همه سند و مدرک داری برای اینکه دقیقا همین بهایی بودنته که باعث میشه این همه تبعیض و فشار بهت بیاد. اما به نظر من باید مسائل اینطوری رو ببرن زیر سوال و از راحت از کنارش نگذرن، یعنی اینجور مواقع هست که من فکر میکنم که میتونه مشخص بشه که آدم واقعا نیتشون کمک کردن به اون گروه هست، یعنی اصلا محصشون بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر و حقوق در واقع اولیه انسانی هست، یا اینکه همچنان اون در واقع اهداف سیاسی و حال جایگاهی که برای مهمه. بسیار عالی و ممنون از وقتی که برای ما گذاشتی برای این مصاحبه و انقدر صادقانه دیدگاه تو احساس تو با ما در میون گذاشتی.